لطفاً نرو. مگه خودت به زنم و نیر نگفتی که به اینجا عادت کردم؟ ناخواسته شنیدم. من کم کم دارم تو رو میشناسم. زندگیتون اگه راست باشه. راسته، همش راسته. فکرت من خوب میفهمم که تو از چه فرار کردی. بهت که گفته بودم اگه از وسط یه رمان شروع کنی به خوندن چیزی ازش نمیفهمی. شاید بهتر بود از اولش برات تعریف میکردم. گوش میدم. ما یه خانوادگی خیلی سرحالی بودیم. بابام حدود 32 سال پیش که مادر و خواهرش رو با هم از دست داد، فکر کرد بهترین راه برای خلاص شدن از خاطرات تلخش اینه که استانبولو که خیلی دوست داشت و زادگاهش بود ترک کنه و بره آنادولی زندگی کنه. خیلی آدم درستکاریه. تنها چیزی که در طول مدت خدمتش از خزانه دولت دزدیده وقتایی بود که صرف کتاب خوندن کرده. برو از پشت در گوش کن ببین آخه از چی دارن حرف میزنن. ببین داره وسیلشو جمع میکنه یا نه. اه مون بزرگ. وقتی ازدواج کردن بابام 28 سالش بود. تشکیل خانواده براش مثل تشکیل یه دولت جدید سخت و مهم بود. شایدم به همین خاطر میخواست که اصلا ازدواج نکنه. اما یکی از فامیلای مامانم دوست نزدیک بابام بود. اون پیشنهاد کرد که با مامانم ازدواج کنه. احتمالاً بابامم تو رو درواسی مونده بوده قبول کرده. یعنی مثل خودمون یکی بهش پیشنهاد داده. ببخشید. لطفاً ادامه بده. پشت سر هم به دنیا اومدیم. بعد از من شوکت، لیلا، نجلا. بعد از 10 سالم که گذشت وقتی بابام بخشدار شده بود عایشه به دنیا اومد. تعتاقاری خونه. عایشه ی من. این دختر خودمه. من داشتم برای کنکور آماده می شدم که فهمیدم مامانم دوباره بارداره. این حاملگی براش خیلی سخت بود. مجبور بود استراحت مطلق باشه. چون بقیه بچه ها کوچیک بودن من باید به مامانم می رسیدم. نتونستم درست حسابی درس بخونم. بعدشم که عایشه به دنیا اومد و بی خیال درس و دانشگاه شدم. منم بعد از اینکه دبیرستانم رو تموم کردم درگیر رفتم به سربازی شدم. بابام گفت بی خیالش رو، سر کار بهت بیشتر احتیاج داری، الان تو این شرایط لازم نیست. بعد از اینم که سربازیم تموم شد ازدواج و زن و این چیزا همونجوری موند. باز حرفتو بریدم. منم داستان زندگی تو رو نمیدونم. خوب شد؟ خوب. آی نه بابا، این زن انگار اصلا خیال رفتن نداره. همینجوری نشسته داره حرف میزنه. صدا بابات هم دیگه تر نمیاد. اینجوری نمیشه. خودم باید دستشو بگیرم بندازمش بیرون. این جادو جنبل کرده. خودم فهمیدم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ راست میگم دیگه، اصلا تا حالا باباتو اینجوری دیده بودی؟ بعد از اونم حلقه نامزدیمو درآوردم، با بقیه وسایل پس فرستادم. نامزدیمونو به هم زدیم. با رضایت خودت؟ آره، اما بیشتر از خودم به فکر بابام بودم. نمیتونستم به ازدواجی که اون راضی نبود بله بگم. اینم بگم که ازدواجم رو با تو بعد از عقدمون بهش گفتم. ببین کار به کجا کشیده بود. همیشه میخواستم بابام ناراحت نشه، اما آخرش بیشتر از همه من ناراحتش کردم. یعنی راستش به غیر از عایشه هممون یه جوری دل بابامون رو شکستیم. ولی با وجود تمام مشکلاتی که برامون پیش اومد، بابام باز عین یه درخت تنومند وایساده. بابا جون، چی شده دخترم؟ کجا بودی؟ پس کجا موندی علیرضا؟ مردیم از نگرانی. من که زنگ زدم. خب دیگه بریم تو حرف بزنیم.
برین تو. نگفتی که کجا بودی، فقط گفتی شب دیر برمیگردم. کجا بودی؟ یه کاری داشتم. با کی؟ آه عزیزم، چرا اینقدر پیره میکنی؟ از لحظه ای که پامو گذاشتم تو خونه امونم ندادین. اقلم بذاری نفسم بالا بیاد بعد شروع کن. باشه، تو نصف شبا بیا خونه، مامجیک که مون در نمیاد. خیریه. گرسنه این؟ حالا غذا خوردن ندارم. چرا؟ کی سیرت کرده ها؟ خیریه، زشته به خدا. اگه یکم دندون رو جگر بذاری میگم. لازم نکرده، با این دک و پوز و فکل کراواتت همه چی معلومه. آدم اگه جایی رفته باشه راک و راست میگه، دیگه این اداها رو نداره که، البته اگه کار اشتباهی نکرده باشه. مامان ولم کنین بابا. میگم بیا اینجا، ناراحتم میکنی. شوکت اومد. مگه شوکت خونه نیست؟ اون که زنگم نزد بگه دیر میاد. شوکت. وای خدای من. پس خانم آدرس درست اومدیم. مسته؟ سلام پسرم. بابا وای مواظب باش نیفته. فرخنده به بابات کمک کن دخترم ببرنش. باشه. تو ماشین از خود بیخود شد. خدا رو شکر وقتی سوار شد گفت کجا میره، اما دو ساعت دارم میگردم تا آدرس رو پیدا کنم. کرایه‌شو دادی؟ نه، 12 لیر میشه. ای بابا از کیفم پول بردار، اونجاست. آروم پسرم. نه یواش. آخه چرا اینجوری شده؟ مسموم نشده باشه. میگم کاش یه سر میبردیمش بیمارستان. نه بهتر بذاریم بخوابه. آخه با این سر و وضعش. بریم بریم بیرون. خدایا خودت به دادش برس. نمیخواد بزرگش کنی عزیزم، فقط یکم زیاده روی کرد. یکم. بریم. آخه واسه چی اینقدر خورده؟ چه دردی داره؟ شوکت ولش کن آبجی فرخنده، حالا فردا با هم حرف میزنیم. عمرن امشب تو این اتاق بخوابم امکان نداره. این که هیچ وقت از این کارا نمی کرد آخه چی شده؟ بابا همه تون از این عذاب نجات میدم، حالا میبینم دیگه نمیذارم اینقدر کار کنیم. من اگه کار نکنم مریض میشم پسرم. باشه کاری میکنم دیگه، نگران نباشی. آخر ماه چی میشه؟ نمیذارم مامانم اینقدر از بیپولی اذیت بشه. فرخونده اونجوری که دوست داره زندگی کنه، لیلا حالش خوب میشه، عایشه راحت‌تر بره مدرسه. انشالله. اما خودت اذیت نکن، همه چی همونطور که دوست داری میشه. اما الان هم خدا رو شکر مشکل بزرگی نداریم، گرسنه نموندیم، بی جا نموندیم. یکم اگه به مخارج و خرجمون توجه کنیم همه چی درست میشه. حالا میبینی بابا، تمام مشکلات رو حل میکنم. حالا میبینی. تو هم امروز یه سر رفته بودی بانک؟ آره، ولی به من نگفت شب دیر میاد. خیلی ناراحت بود، دیده از پس مخارج بر نمیاد، بهش فشار اومد. همه باید برن مست کنن؟ آخه مگه میشه همه اینجوری مشکلشون رو حل میکنن؟ از من گفتن این یه درد دیگه ای داره. من میرم بخوابم. شب بخیر. دیدین که اینم نگفت کجا رفته بوده. این پدر و پسر یه کاسه زیر نین کاسه شون هست. آره من همیشه به خانوادم میبالیدم. خانوادم از خودم هم مهمتر بود. از هم پاشیدیم، تیکه تیکه شدیم، هممون تو پرتگاه افتادیم. دیگه نتونستم تو او خونه بمونم، فرار کردن تنها راه هم بود. تا اینکه تو به دادم رسیدی. اما چطور میتونستم بهت بگم؟
خوب شد که گفتی فکرت. الان خوب میفهممت. دیگه میدونم چرا وجودت اینقدر غصه داره. اما دیگه نمیتونم اینجا بمونم. نمیتونم اینجا باشم. یادت گفته بودی میخوام یه زندگی تازه رو شروع کنم؟ باری که رو دوشم بود و میذارم زمین، زندگی گذشتم و فراموش میکنم و یه زندگی تازه میسازم. الان هر دومون با هم هر چی رو دوشمونه میذاریم زمین. تو هم برای من که روزنه امید شدی فکرت. از روز اول شونه به شونم وایستدی، زخمامو درمون کردی، منم به شروع یه زندگی تازه امیدوار کردی. چشمت روشن، گلی که تو باغچه کاشتی جوانه زده، حتی داره کم کم روش میکنه. نرو، اینجا دیگه خونه توه. بهم قول بده. قول بده. قول میدم. ازت ممنونم. چی شد؟ چطور آقای پشت سر هم ردیف کرد که گولت بزنه؟ وقتی بابا با شرف زده بودم بهم گفته بود که فکرت خیلی خانومه، حتی نمیتونین درک کنین که چقدر اون با ارزشه. پس اینجوری ماسمالیش کرد. مامان من الان به حرف پدرش رسیدم، اما به خاطر تو دیر به حرفش رسیدم. آها اینو ببینم، به خدا این زن جادوگره، بچه ما چیز خورش کرده. دیدی من به چی گفتم؟ مامان فکرت زن عقدیه منه، خانوم این خونه است. یا باهاش خوب تا میکنی یا میری. من با بچه هم میام دیدنت، اما دیگه روی فکرت رو نمیبینی. خیلی برات متاسفم. دنیز با تو هم هستم، لطفا یاد بگیر بهش احترام بذاری. من ایش وقت کاری نمیکنم که به ضرر شما باشه، هر تلاشی که میکنم به خاطر شما هاست. میدونم که فکرت خانم مادر خیلی خوبی براتون میشه. برگردوندن مامانتون دیگه غیر ممکنه. لطفا خواهش میکنم شما هم کمک کنی. درکم میکنی؟ خب دیگه بریم بخوابیم، من میرم یکم هوا بخورم. خاکی به سرم شد، فقط همینم کم بود، این دیگه چه بلایی بود. نکنه بازم رفتی سراغ نجلا؟ نه. مامان هی میگه چرا بهش نگفتین کجا بودین؟ هنوز فکرش خرابه. منم گفتم مامان خب شاید نخواسته جلوی من چیزی بگه، حتما به من مربوط میشه. اینطوری نیست؟ تو جون و عمر منی. بابا من به خاطر خوشحالی تو هر کاری میکنم، به خاطر همه چه خودم رو سرزنش میکنم. اگه به حرفت گوش میکردم و از عز دور میشدم، از همون روز اول هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. شاید الان نجلا هم خونه بود، کی میدونه؟ هم نجلا
هم آبجی فکرت. اگه کسی مقصر باشه اون منم، نه تو. داد زدم، فریاد کشیدم، اما فریادم فقط یه نعره بیفایده بود. نتونستم ازتون خوب محافظت کنم. دنبال مقصر نباش دخترم. ممکن نیست زندگی رو که داشتیم فراموش کنیم، اما بیشتر از هر چیز بهتر شدن تو حالمو خوب میکنه. درسته اگه تو حالت خوب بشه منم خوب میشم، سرمو بالا میگیرم، دلم یکم آروم میگیره، دیگه به خاطر هیچی مجبورت نمی کنم. هر چقدر میخوای به خاطر چیزایی که از دست دادی قصه نخور. غم و قصه خوردن غم و قصه بیشتر میاره، ولی اگه ازش بگذری چیزی نمیمونه. این منم که باید ازت ممنون باشم. واقعا از این که با تو آشنا شدم خیلی خوشحالم. تحسین، تو خیلی آدم خوبی هستی. شب بخیر. شب بخیر. پس حتما این کسافت تو قمارخونه کار میکرده که این بلا سرش اومده. کسافت گفتی تموم شد؟ با کاری که کرد حقشه. ای خدا علی رضا، آخه پس چرا زودتر به هم نگفتی؟ منم فکرم هزار راه رفت. مگه چه فکرایی میکردی خیریه؟ من به خاطر خودمون تلاش میکنم، الان وقت حسودی کردن. نه عزیزم، بحث حسادت و این چیزا نیست. من ای خدا منظورم اینه که اصلا بگذاریم. خب پس پسره تو رو دید ها؟
لابد فهمیده به پلیس خبر دادی. خب بفهمه، از این به بعد حساب کار دستش میاد. اگه یه وقت بیاد جلومون وایسته چی علی رضا؟ منم جلوی اون وامیسم. اگه تلافیشو سر نجلا در بیاره چی؟ اون وقت منم بد جوری حقشو کف دستش میذارم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. عافیت باشه. ممنونم. تحسین لطفا به خاطر من با مامانت بد رفتاری نکن، نه مامانت نه بچه ها. من نمیخوام بودنم باعث ناراحتی کسی بشه. بذار مادرت هر وقت دلش خواست بره خونه خودش، نه به خاطر من. لطفا اگه خواست بره جلوشو بگیر. ببخشید نمیدونستم اینجا خوابیدی. گفتم که تو اون اتاق نمیتونم بخوابم. کاش اونو اینجا میخوابوندیم تا عقل سر جاش میامد. آی کمرم داغون شد. همه پا شدن؟ هنوز که کسی نیومده. منم دارم میزو حاضر میکنم. تخم مرغ میخوای؟ نه هیچی نمیخوام. صبح بخیر. صبحتون بخیر. صبح خیر. خوبی پسران؟ خوبم، ممنونم. من میرم حاضر بشم. صبح خیر. صبح خیر. آه میزم که چیده شده. من آماده کردم، چاییم گذاشتم. بشین بابا جو. آفرین دخترم. آیشه تخم مرغ چطوری باشه؟ گردش هم بزن. باشه. بروش نیار، معلومه خیلی خجالت کشیده. حالا مگه همچه کاری کردم؟ خیریه ای بابا. فقط یادآوری کردم. از ماجرای قمارخونه چیزی نوشته؟ بله، با عکسش گذاشتن تو صفحه اول روزنامه. وای خدا نکنه، نکنه عکس تو رو من انداختم. استغفرالله، من واسه چی؟ دیر کردی؟
انگار کلوپتون خیلی شلوغه نه؟ چیزی نمیدونی حرف نزن. چی شده؟ از بابات بپرس. منظوره چیه؟ رفته خبر داده پلیسا ریختن تو کلوب. چی؟ دیشبم بازداشت بودم. باور نمی کنم. آره باور نکن، کلوپو پلم کردن، همه رو دستگیر کردن، هر کسی هم اعتراض میکرد زندونیش میکردن. اوضاع خیلی افتضاحه. از کجا میدونی بابا این من گزارش داده؟ خودش اونجا بود وقتی پلیسا داشتن منو میبردن، وایساده بود بریشه من میخندید. از این که منو از کار و زندگی انداخته لذت میبره. آخه چطور فهمیده تو کجا کار میکنی؟ حتما تعقیبم کرده، چه میدونم. چطوری میتونه تعقیبت کنه؟ اگه اونجا رو بلد بوده پس حتما اینجا رو بلده. تا با من درگیر نشه دست بر نمیداره. الان میخوای بخوابی؟ دیشب اصلا نخوابیدم، یکی دو ساعت استراحت میکنم بعد میرم بیمارستان. میری پیش جیدا دیگه؟ امروز دادگاه هم داری یادت رفته؟ دادگاه طلاق. میدونم، وکیلم از طرف من میره. امروز تموم میشه دیگه؟ آره اینطوری میگن. میری دانشگاه؟ آره بعدم میبینمت. به سلامت. بابا چرا اینجا نشستی؟ اون چه حال روزی بود دیشب؟ کجا رفته بودی؟ بعد کار با دوستان بودیم، زیادم نخوردم، به هر حال به خاطر اون بود. دیشب که درو باز کردم دیدم رو دوش راننده تاکسی، از ترس داشتم میمردم، فکر کردم چیزیت شده. مگه راننده من آورد جلوی در؟ ای بابا، تا اونجا یادمه که سوار تاکسی شدم، بعدش دیگه نمیدونم چی شد. چجوری اومدم تو اتاق؟ من و بابات آوردیم. پاشو دیگه، بیشتر از این منتظرشون نذار، حتما نگرانتن. دیر میشه ها، برو دیگه، منم لباس میپوشم میام. صبح بخیر. بازم صبح بخیر داداش. خیلی معذرت میخوام پسرم، بذار ببینمت، هنوز رنگ و رود پریده است که. مامان خواهش میکنم. مگه داداشم چه شده؟ دیشب یه چیز بد خورده بوده، مریض شده. مامان باز بیرون هل خوله خورده؟ آره دخترم، کسی به حرف من گوش نمیده که. خب صبحونتو بخور، بعدم یه قرص ویتامین میدم. زیاد گرسنم نیست.
مریض میشی شوکت. نون توست و پنیر سفید بخور، برات خوبه. من الان برات لقمه میگیرم. داداشش امروز صبحونه رو حاضر کرده ها. امروز صبح زود بیدار شدم، پیاده رویم کردم. بابا به خاطر دیشب خیلی معذرت میخوام. بعد از بانک با چند تا از دوستام جمع شدیم، یکم با عجله خوردم چون زیاد غذا نخورده بودم. معلومه که آدم باشه کم خالی اینجوری میشه. بیا داداش جون. ممنونم، ببخشین خیلی خجالت میکشم. خجالت برای چی پسرم، پیش میاد دیگه. کسی که عادت نداره این بلاها سرش میاد. البته دیگه زیاد روی نکنی، یا یعنی برای اینکه حالت سر جاش بیاد یکم تحمل کن. همیشه گفتن شیر و گربه رو نباید به جون هم بندازی. اینم میگن که لقمه رو اندازه دهنت بردار. بگذاریم، همین که مریض نشدی جای شکرش باقیه. شوکت خورده من توانشو دادم. دیشب تا ببرم تو اتاق کمرم درد گرفته، بعدشم رو کاناپه خوابیدم. امیدوارم حداقل برای این کار دلیل داشته باشی. مام بزرگم چرا بیدار نشده؟ امروز دلش خواسته دیر بیدار شه. مریض شده؟ نه. نوش جونتون. دست و صورتش شسته، دندونم مسواک زده شه. چشم. از بیرون چیزی میخوای بگیرم؟ نه ممنونم. بچه ها زود باشید، دیرتون شد. درساتون رو خوب بخونین، خوراکیاتون هم یادتون نره بخورین. خب دیگه بریم پیش ماشین، زود باشین. بودو 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 ببینم. تحسین، کاش قبل از رفتنت با مامانت حرف میزدی. عصری باش حرف میزنم، فعلا خدافظ. خداحافظ. به سلامت. امروز درس نداری؟ دارم. مدرسه رو ول نمی کنم، نگران نباش. بعضی از کتابام تو مدرسه هن. به سلامت پسرم، به خدا میسپارمت. برو پسرم. انشالله که امشب دیگه دیر نمیای. بس دیگه فرخنده. واقعا از دست تو، بعضی وقتا تو هم شرایطو درک نمی کنی. وا بهش گفتم دیر نیام، مگه چی گفتم؟ باشه. هنوز یکم وقت داری، نگران نباش. میخواین منم بیام دادگاه؟ لزومی نداره، ممنونم. از شما هم چیزی میپرسن؟ فکر نمی کنم. اگه لازم بود آقای جان میگفت. اگرم پرسیدن رو کراست حرفتو بزن، بگو چجور آدمیه. حواست باشه الکی کش ندی، تا سر و کلش پیدا نشده کارو تموم کنی. گفتم که نمیاده، این بچه ها هی تاکید میکنی. ای بابا به تو هم که نمیشه یک کلمه حرف زد. میگم شاید ببینیش مسئله بزرگتر نشه. آخه تو سر خود هر کاری میکنی. فهمیدم، باشه. میبینی چقدر خوب حرفاشونو میفهمونن. لیلا پاشو دخترم، پاشو کم کم حاضر شو، مام با بابات بریم. میری دکتر؟ آره، ادامه جلسات روان درمانیه. انشالله باز یه مصیبت تازه پیش نمیاد و فوری کار تموم میشه.
چشمتون روشن. خیلی ممنونم آقای جان، واقعا ممنونتونم. باور کنین راحت شدم. مبارکتون باشه جناب. متشکرم. سلامت باشید. الو اوز. سلام داداش. کارهای طلاق تموم شد. چه اینطور؟ برای هر دوتون آرزوی خوشبختی دارم. روز بخیر. خداحافظ. خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. اگه منزل میریم برسونم؟ نه، میرم پیش لیلا، پیش دکتر. جدن؟ آره، امروز خیلی مهمه. در ضمن بهتر وقتی خبر رو میشنوه خودم پیشش باشم، شاید کاری از دستم بر بیاد. درسته، پس بیاین با هم بریم. لطفاً زحمت نکشین، من ماشین میگیرم میرم. چه زحمتی، بریم منم یه سر ببینم شما. بسیار خوب، باشه. در واقع اونقدر پشت سر هم روزای سخت داشتی که الان نمیدونی کدومشون بیشتر خاطرتو آزرده کرده. میخوام اگه میشه همه رو بدونم تا یکی یکی با همدیگه حلشون کنیم. میخوام تمام اون احساساتو از ذهنم پاک کنم. هرچی بیشتر یادم میفته بیشتر ناراحت میشم. بذار آروم آروم پیش بریم. مثلا بابات، از وقتی درمانو شروع کردی بیشتر از همه از اون حرف میزنی، حتی خیلی بیشتر از نجلا و اوز. بابات چه احساسی بهت میده؟ احساس گناه. سلام. فکرت نیست؟ فکرت؟ مامان فکرت کجا رفته؟ تشریف بردن. موقعی رفتنم لطف کردن، چیزی به من نگفتن. آوردیم. فرصت نشد در مورد جلسه هامون حرف بزنیم، اما میخوام بدونم چه حسی داری. هیچ حسی ندارم، فقط یکم اعصابم داغون میشه. راستش تو همه جلسه ها اینجوری میشم، بعدش هم بیشتر عصبانی میشم. به حرفامون فکر میکنم، به خودم میگم چرا اینجوری گفتم، چرا اونو نگفتم. و از این حرفا میدونی هر حرفی یه مفهومی داره. همیشه اینو میگین اما نمیگین چه مفهومی داره. منتظر نباشین خودم بفهمم. من اگه عقل داشتم که حال و روزم این نبود. همیشه فقط خودتو سرزنش میکنی. پس کیو سرزنش کنم؟ اوزو؟ نکنه من مجبورش کردم ازدواج کنه و کسی که زندگیشو. خب ادامه بده. نه نمیخوام ادامه بدم. خب وقتمونم تموم شده دیگه نه؟ هنوز 5 دقیقه وقت داریم. برای امروز همینقدر کافی. هر طور که تو راحتی. جمعه ساعت 2 این بحثو ادامه میدیم. باشه.
از یه مشکل خیلی بزرگ خلاص شدیم. باور کنین خیلی آروم شدم. اومدن. سلام، خوش اومدین. سلام عزیزم، منتظرت نبودم. خدا حفظش کنه، آقای جان منو تنها نذاشت. گفتم یه سر لیلا رو ببینم. مجده بده دخترم، خبرای خوبی آوردن، چشممون روشن.